در حالی که به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مردم فکر میکنن که گروهی میخواستن رئیسی رو بکشن، انتشار این گزارش با ابهامات جدیدی که مطرح کرده به نظر شما با چه هدفی انجام شده و سعی داره چه زمینه رو فراهم کنه؟ درود به شما و بینندگان عزیز. خب این گزارش به هیچ عنوان به ابهامات و پرسش‌هایی که در ذهن مردم وجود داره پاسخ قانع کننده ارائه نمی‌کنه، اصلا پاسخی ارائه نمی‌کنه و اینجور گزارش‌ها اتفاقا به دامن زدن به ابهامات و تقویت تئوری‌های توطئه‌ای که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه از انتشار اونها جلوگیری بکنه یا اینکه مخالف انتشار اونها هستش در واقع دامن بزنه. اولا این گزارش درش اشاره شده که هلیکوپتر بعد از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده. خب چرا باید این هلیکوپتر با ارتفاع برخورد میکنه طبق این بیانیه؟ دلیلش چی بوده؟ اصلا پاسخی به این در واقع پرسش داده نمیشه. منظور از برخورد با ارتفاع دقیقا اینجا چه هستش؟ برخورد با کوه بوده، برخورد با یک شیء دیگه بوده؟ اینم ابهام برانگیز است. بله، کشف حقایق و اینکه بخوان یک سری سرنخ‌ها رو پیدا بکنن یک کار کارشناسی رو میطلبه، نیاز به زمان هست، ولی این بیانیه هیچ اثری از یک کار کارشناسی حتی در ابتدایی ترین لول خودش هم به دست نمیده. در این گزارش و این بیانیه باز هم اشاره شده به ادعای واهی جمهوری اسلامی که قبلا تکرار کرده که پهباد بدون سرنشین جمهوری اسلامی این محل سقوط هلیکوپتر را شناسایی کرده، در حالی که در روزهای گذشته رسانه‌های ترکیه مقامات عالی رتبه ترکیه از جمله وزیر راه و ترابری، رئیس هیئت مدیره کمپانی تولید کننده پهباد آکینجی ترکیه و حتی شخص رئیس جمهور ترکیه بارها اشاره کردن، گفتن که خود جمهوری اسلامی خواسته بوده که این پهباد آکینجی بیاد کمک بکنن و این پهباد عملیات شناسایی را انجام داده، ولی در این بیانیه عملا به دروغ دارن در واقع تکرار میکنن به ادعای واهی. و به نظر من هدف اصلی این بیانیه سرپوش گذاشتن روی حقیقت هستش. سعی میکنن که در رابطه با یکی از مرموزترین سوانح هوایی در ایران در طول 45 سال گذشته در واقع به نوعی اون رو به پستوی حاشیه و فراموشی بسپرن و کار تخصصی جمهوری اسلامی هم کتمان حقیقت هستش، کما که در رابطه با صانعه پرواز اوکراینی هم جمهوری اسلامی ساعت‌ها کتمان حقیقت می‌کرد مدت‌ها، و اینکه مقامات غربی وقتی کانادایی‌ها در واقع پرده برداشتن جمهوری اسلامی مجبور به اذعان و افشای واقعیت شد. خب گفتید در این گزارش پرسش‌های مهمی بی پاسخ مونده، چرا به نظر شما به موضوع ادعای ارتباط تلفنی امام جمعه تبریز با رئیس دفتر رئیسی ورود نکرده و اینکه آل هاشم چطوری با تلفن خلبان تونسته با اسماعیلی گفتگوی تلفنی داشته باشه، این موضوع از چه اهمیتی برخورداره و چرا به واقع باید به دنبالش باشیم؟ خب این هم یکی از موارد بسیار بسیار ابهام برانگیز این بیانیه هستش که اصلا اشاره نمی‌کنه که چرا حالا با توجه به اینکه این ارتباط تلفنی بین رئیس دفتر رئیسی و امام جمعه تبریز بوده، خب چرا نتونستن خیلی سریع به اون محل سقوط برسن؟ فقط هم این مسئله ابهام برانگیز نیست، پرسش‌های بی پاسخ بسیار زیادی در این بیانیه بهش اشاره در واقع همچنان باقی هست و بهش اشاره نشده، پاسخی به اونها داده نشده، اینکه چرا باید 15 ساعت تا 18 ساعت زمان ببره که بخوان برسن به لاشه اون هلیکوپتر، با در نظر گرفتن این فرض که این ادعا که امام جمعه تبریز ارتباط تلفنی داشته با رئیس دفتر رئیسی و برای جمهوری اسلامی که حالا ادعا میکنه که قدرت اول منطقه خاورمیانه هستش. فکر نمیکنم پیدا کردن سیگنالای تلفن کار سختی باشه بخوام به محل صانعه برسن. گفتم اشاره نشده که الان در این بیانیه گفته شده که برخورد با ارتفاع بوده، چرا باید هلیکوپتر به ارتفاع برخورد بکنه؟ آیا سابوتاژ به خاطر سابوتاژ بوده، خرابکاری بوده، به خاطر بمبگذاری بوده، به خاطر حمله موشکی یا حمله از خارج بوده، یا به خاطر بعدی شرایط جوی بوده؟ اینا هم بهش اشاره ای نشده. و این مسئله دیگه ای که سرنشینای هلیکوپتر گفتن اول فکر میکنم 9 تن بودن ولی جسد 8 تن دفن شده، اینا همه پرسش هست و پاسخ به اونا داده نشده. ولی یه چیزی که واقعیت داره و به طور قطع میشه گفت در رابطه با این صانعه این هستش که جمهوری اسلامی داره چیزی رو پنهان میکنه، مسائلی داره پنهان میکنه و این رو زمان تعیین میکنه که در واقع این جعبه سیاه این صانعه مرموز در واقع کی افشا بشه و حقایقش برملا. ممنونم آقای حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ما.